سیدونی که قبلشون نکن دیگه، برو نمیخوام. الان حسابش کردی؟ نه. درود به همگی، چطور امام؟ حال همتون خوب باشه و روز همتون بخیر باشه و هفته خوبی رو گذرونده باشین از ویدیو قبلی تا الان و هفته خوبی رو در پیش داشته باشین. مثلا یه کارگردان آوردم دوربین واسه من تنظیم بکنه. الان واقعا نمیدونم الان وضعیت دوربین چجوری شده، که این وری باشه کم بهتر بشه. الان فکر کنم خیلی بهتره. در کل امروز قراره که یه ویدیو خیلی 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 فان و باحال داشته باشیم و مجدد من پشت این میز نشستم، ویدیو سرپایی هم میذارم. پس اگه موافقید بزن بریم به سراغ ویدیو. سوشال مدیاهای من زیر این توی دیسکریپشن هست. ممنون میشم اگه ویدیو رو لایک کنید، چنل سابسکرایب بکنید، واسه این ویدیو کامنت بذارید، هر نقد و انتقادی که دارید و بگید. با کمال میل میپذیرم و در ویدیو یا آینده سعی میکنم درستش بکنم. و دیگه چی میخواستم بگم؟ آها، خیلی مهمه که زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید، به خاطر اینکه به محض اینکه ویدیو رو آپلود کنم نوتیف ویدیو واسه تون بیاد و نفر اول باشید که این ویدیو رو میبینید. و نکته آخر هیچ نکته‌ای ندارم جز اینکه بزن بریم به سراغ ویدیو. Let's go. مولا تیرا مالی اوہری علی جنگل والی تو دے ہر گلی پہ تالی اس کی قدم قدم رکھ والی میں میروں دلاج کی سوچ سوچ کے یوں ہے آفت ڈالی تو لے نام رب کا نام سائنگ علی 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 نام رب کا نام سائنگ علی 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 نام. چند تا ویدیوی قبلی جزوه فکر کنم دومین ویدیویی بود که من تو چنلم گذاشتم، درباره یه سری اکیپ صحبت کردیم. اکیپ کسایی که ویدیوهای پارکی و سوسماستی و از این چرت و پرتا درست میکنن. من فکر میگم اون اکیپ ها منقرض شدن، نسلشون یعنی. ولی دیدم که نه، یه اکیپ پیدا کردم که آخرین ویدیوشون مال یه هفته پیشه. حالا نمیدونم یا پیج خودشونه یا یه پیج فیکیه که داره ویدیو اینا رو میذاره. اما نکتهش اینه که همون ویدیوهای سمی و مزخرف رو میذارن که الان قراره با هم دیگه ببینیم. اگه موافقید بزنید بریم به سراغ ویدیوی امروز و اولین ویدیویی که از این گروه داریم. بریم به سراغش. و اولا که اسکرین رکورد رو شروع استارتش بزنم بعد شروع میکنیم. پس بزن بریم. 2000 years later. خب آقا، دلیل این که کلا گذاشتم اینه که یکم موهام به هم ریخته و بلند شده و صاف نمیشه. حالا تا موها رو جمع جور کنیم بریم به سراغ ویدیو و اولین ویدیویی که از این گروه قراره ببینیم و بریم به سراغش. و این پیج رو اولا بگم که یکر شما واسم فرستادی که از ایده های شما ها بود، که این خودش خیلی واسه من خوشحال کننده است که شما ویدیو استقبال میکنه و در کنارش با ما همکاری هم میکنه. بزن بریم مثلا به ویدیو. اولا که خب ویدیوش کپیه یه ویدیو خارجیه که من قطعا دیدم. این چی بود من دیدم؟ این چه کوفتی بود که من دیدم؟ پشیمونم از این که دارم به این ویدیو ها ریاکت میرم. ببین اصلا این که فکر نکنم اونی بودش که اومد کنار ماشین، یعنی این اون نیست، لباسشون فرق داره. بعد ببینیم بقیهش چی میشه. آقا من یکم واقعا نگران جوانای مملکتمونم، فقط یکم. و
یعنی چی الان این ویدیو واقعا این ویدیو الان یعنی چی؟ یعنی نمیفهممشون دیگه، واقعا نمیفهمم دارن چیکار میکنن با خودشون. بریم سراغ ویدیوی بعدی. ببخشید واسه کوالیتی صدای ویدیوی قبل، باندم صداش در میاد کم چیز شده بود، ببخشید. بریم به سراغ ویدیوی دوم از این گروه افتضاح. واقعا فکر نمیکنم اینا دیگه وجود داشته باشن. بزن بریم. جون چه آخر خوشیلی؟ خیلی رندوم یکی تو خیابون میدوه میگه جون چه دختر خوشگل. این خیلی خوشگل تر از منه ها. اینی که الان بهش گفت کاش تو هم خوشگل بود که همین رو، این خیلی خوشگل تر از منه. ای خدا پشیمونم، واقعا پشیمونم از این که تو نسلی به دنیا آمدم که اینا وجود داره. البته نه خدای تو نسل ما خیلی خوش میگذره، جاتون خالیه. نشستم به در نگاه میکنم. بابا این اصلا یه چیز دکلمه فلسفیه، نشستم به در نگاه میکنم در چه خرابش نکنید این یه دونه رو دیگه، بده اینا بده. خب اشکال نداره تو هم مثلا دروغ بگی. به راستی که ما چه کار داریم میکنیم با خودم؟ این چی بود من الان دیدم؟ این چی بود من الان دیدم؟ بریم واسه ویدیوی بعدی. خب این خیلی داستاندار و چیزه، یه دختره سردشه این میاره پیرنشو بندازه دوشونه دختره. تیپیکالشون اینه که دوربین یه کوچولو کجه و تهش دوربین کجیتر هم میشه که مثلا آهنگ میاد و سیاه‌سفید و اینا میشه و اینا. خب دختره چسکنش تو برقه. همچنان تو برقه ولی پسره مثل اینکه خیلی عاشق دیگه اسکله اونم. خب سیدیش نشو ول کن دیگه، چه گیری داده ها این هم آدم. این چرا با یه دختر دیگه اومده بیرون دل اونو بسوزونه؟ ای خدا کی تموم میشید شماها؟ عبر کشید. ولی واقعا اینا چیه میسازید؟ من نمیدونم چیه یه واقعا بهتون نگید، فقط میتونم بگم که خدا به خیر بکنه واقعا این سطح ویدیوها رو. اینجاست که ما باید وارد عمل بشیم و بگیم از یه بچه کوچیک دارن سوء استفاده میکنن. خب و با یه آهنگ خیلی خز و داغون، یه بچه کوچیکه و چادم لباسش خوشگله. اینم بگم که من عاشق بچه هم و اینکه یه سری ویدیوی بچه ها هم پیدا کردم که دوست دارم بهش ریاکت برم ولی یه نفره نمیتونم، باید با یه نفر دیگه برم، احتمالا یا با مهرات میرم یا یکی دیگه. خب اوکیش میکنیم که اون ویدیو رو هم با هم ببینیم کلی حال کنیم. من دوست دارم بچه‌ام مثلا چرا گوگولی و خوشگله و چرا موهاش قشنگه. این چه سمی قراره بشه؟ تو که نیستی من از کی سراغه
این دختره مشوقه قبلی پسره بوده، بعد از هم دیگه جدا شدن، بعد الان بچه‌ش اومدن تو پارک دارن بازی میکنن، اینا شانسی هم دیگه رو میبینن. ولی خب نهایتا این دختره 20 سالش باشه، این پسره قطعا با این فیس نمیدونم هیچ فلسفه ای نداره ویدیوهاشون، و واقعا هیچ فلسفه ای نداره، اینقدر اسیده که هیچ فلسفه ای نداره. و بعد هر ویدیو مثلا تو باید 2 لیتر اسید بخوری که بشوره ببره، بتونه هضمش کنی. این حرکت چی بود؟ حیف که نمیتونم ویدیو رو بزنم آقا، چون دارم مستقیم از اینستاگرام میگیرم، ولی این چی بود؟ این چی بود؟ الان ترسیدی؟ سناریو در حد مهد کودک. اونایی که من از قدیم دنبالم میدونن که من سال نهم مدرسه تئاتر بازی میکردم، و مطمئن باشید اون تئاتر مدرسه ما از این سناریوش بهتر بوده. قیافه این پسره خیلی قیافش خوبه، یعنی اینجوریه که یه فیس اینجوری داره که قراره دهن یکی سرویس بکنه، نمیدونم چرا، ولی روخش خیلی خوبه، حداقل از این خیلی بهتر فیسش از این یکی. بچه تموم شد این آشغال. من واقعا نمیدونم چرا دارم این کارو میکنم، و دم اونی که اینا رو واسه من فرستاده گرم. و اگر صدای ویدیو مشکل داره و قطع میشه، به خاطر اینکه آهنگ ویدیو کپی رایت میخوره. خیلی رندوم بیشتر همین گروگانگیری میمونه، یه سری آدم میان تو در ماشین رو باز کن، اینا میرن تو، انگار تو عمل انجام شده قرار میگیرن و میگن که آن ما که داریم راهمون رو میره، حالا بذار با این بریم. اینجوریه کار، خیلی رندومه، سناریو خیلی رندومه، هرچی به ذهنشون میرسه رو میسازن، هرچی به ذهنشون میرسه. رسیدن و پیاده شدن و کرایش هم ندادن. سناریو رو داری؟ من با راننده، من راننده تاکسی بعدشون رو نمیگم، مسافرکش هم دمشون گرم که تو این شرایط کم نمیارن و تمام تلاششون رو میکنن، و ولی تا زمانی که کرایه‌شون رو نگیرن نمیذارن تو هم ماشین پیاده شی، به حقشون هم هست. پس یا این گاگوله یا فقط میتونه این گاگول باشه که کرایه رو نگیره، وگرنه هیچ تاکسی، هیچ مسافرکشی تا قبل از اینکه طرف پیاده بشه پولش رو نمیذاره طرف نگیره. تا کرایه رو نگیره نمیذاره طرف پیاده شه، مثلا یه قانونه. خیلی کم پیش میاد که طرف هم ماشین پیاده شه بعد پول بده، خیلی کم پیش میاد. جنا زدنش؟ الان زدش؟ یعنی تو هم باید بزنی. اینا کجای دنیا زندگی ها انقدر صلح طلبن؟
کرایتو نداد، چکم زد انقدر بزنش بمیره. مادم عصبی هم کار داری؟ گوشیش جا موند. چقدر تمیز گوشیش جا مونده بود، چقدر قشنگ و دقیق و صحیح گوشیش جا مونده بود. وقت رو تلف نمی کنن، واقعا وقت رو تلف نمی کنن. همون لحظه رندوم داره ماشین رو باز می کنه، گوشی طرف رو می بینه. خیلی رندوم. چرا دوباره زدش؟ اصلا یعنی چرا دوباره زد اینو؟ گرفتن یارو بزنن. چرا؟ هیچ دلیل منطقی نداره برای اینکه بگیرن دوباره طرفو بزنن. این حجم از چرت و پرت در هیچ جای دنیا قانونی نیست. یعنی قشنگ مواد مخدره اینقدر سمه. اینم بریم واسه ویدیو بعدی. من نمیدونم چی بگم. با یه قلوب آب میرم واسه ویدیوی بعدی. بزن بریم. چی شد الان؟ دختره عشقش بوده مثل این که افتاده بوده زمین، بعد قلب و دره برد پرد کرد سمتش، بعد اون زنده شد. این دور چرا؟ بیم یه بار دیگه مرور کنیم بچه ها. عشقش افتاده بود زمین یا کراشش یا هر چیزی که هست، اومد قلب و در آورد پرت کرد تو سینش. تا اینجا میگیم اصلا اشکال نداره، بالاخره تو کارتونی های دیزنی هم از این کارا میکنن، مثلا با ماچ طرف رو بیدار میکنن و اینا. آره. بعد دختره زنده شد، بیدار شد، بعد یکی داشت از اونجا رد میشد، یکی که داشت از اونجا رد میشد اصلا طرف نمیشناسه، حتی اینجایی هم که توش هست و نمیشناسه، تا حالا نیومده، اومده آدرس بپرسه از اینجا بره. بعد دختره باهاش میره. فقط بگید که اینا رو فکر نمی کنید روش. یعنی اگر واقعا واسه این سناریویی که می سازه وقت میذاره، من حرفی ندارم، من هیچ حرفی ندارم. بریم این ویدیو رو ببینیم. تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. چرا اینا رو واسه من
این یعنی چی؟ اینی که الان دیدیم یعنی چی؟ این الان چی شد؟ دختره با رفیقاش رفته بود بیرون، بعد یه پسر اومد که لباس مینیون تنش کرده، از اینا که عروسک وای میسن جلو رستوران و اینا، بعد دختره پول داد بهش، بعد این لباسشو در آورد، بعد پولو پرت کرد تو صورت دختره، بعد قهر کرد رفت. یعنی الان دختره با پسر دوست بودن؟ ببین به نظرم این از اون سناریوهاش که باید مثلا یه هفته روش فکر بکنی. نه سازنده، سازنده فکر نمی کنه، اینا فقط می سازه. تو اینترنت یه چی می بینه، دلش می خواد همینو می سازه. یعنی من این هدفون رو می بینم، من یه شرکت، من مثلا ویدیو سازم، این هدفون هم یه ویدیوی خارجیه، من اینو می بینم از شکلش خوشم میاد، دختر خوشگله، پسر خوشتیپه، خب ما یه دختر خوشگل اینجا داریم، یه پسر خوشتیپ هم داریم، دو سه تا هنرور هم داریم که خیلی قیافشون مهم نیست، یه نفر هم داریم که کلن در حال دوربین کچ کردنه. یعنی ساخت، پیش ساخت، سناریو ساخت، فیلم برداریش، ادیتش، سرجم 10,000 تومان خواهد در بیاد، اونم پول بستنیه که قرار بچه ها بدن که سیر برن خونه، نگر رفتیم اونجا تو اون گرما کوفتن بهمون ندادن، و کلا سرجم 1 روز طول میکشه. بعد اینا هر کدوم 2,000,000 فالوور دارن ها، این همه سر اون ویدیویی که من درباره اینستاگرام ساختن گفتید که چرا داری هیت میدی، چرا داری مسخره میکنی، ولی من دارم واقعیت رو میگم، خیلی هاشون دیگه از هیت و مسخره گذشته، خیلی هاشون رو باید توف کنی روشون، بعدشون باید بندازی تو آشغالی از این ویدیوها. بریم سراغ ویدیوی بعدی. این تایتلش نوشته که بالاخره که یه روز همه چی رو میشه، شما بودین چیکار میکردین؟ بریم بریم چه کوفتیه این. خب یه پسره از اینجا رد شد، یه پسره و دختر نشستن، پسره با این فیس قلب نشون میده، دخترم حال میکنه با اون قلبه. دختره با 100 پسر حرف میزنه، چه خبرته؟ این دوباره از اینجا، این پیام بازرگانیه، رد میشه یه لبخند به همه میزنه. دوباره این رد شد و این با یه پسر دیگه است. آه این دوتا با هم یه دوستن. اوکی اوکی، پس این خیلی خائنه. دوست بریم ویدیوی بعدی. خواستگاری کرد، بعد با هم دیگه رفتن. این از این خواستگاری کرد، این گفت دوباره برگرد، گفت آره با هم دیگه بریم. پسر این رو سک تو رو سرعت عمله چقدر بالا، یه دقیقه صبر کن، شاید اصلا با هم دیگه تفاهم نداشتید، یهو میره. کجا میری وایسا؟ قاطی قاطی هم امروزا. و این دوباره رفت،
میگفت جون مادرت دیگه بر ببین من کار به این ندارم که تو اومدی این ویدیو رو ساختی اوکی به درک که چقدر آشغال بود ولی یه دقیقه صبر کن من این تایتل ویدیو رو واسه تون کراپ کنم ببینید چه فاجعه‌ایه نه یه رو بهتون نشون میدادم نوشته پیام این کلیپ از نظر شما چی بود؟ خب اول بخونم که چی نوشته تایتل باید اشتباه رو جبران کرد بفرست واسه کسی که دوستش داری آقا این بشر 1,200,000 تا فالوور داره یه هو زد تو گوش دختره اون هنوز اینجا داره وایساده داره گریه میکنه برگشت عذرخواهی که عاشق شات آخرم اما دوربین رفت واسه میرفتم به بغل هم آدمایی که پول ندارن به درد عاشقی نمیخور هیچکی واسه پول این کارا رو نمی کنه واسه قرضا نه این که مثلا واسه پول چه کار رو کنه اینو کار ندارم ولی تو اومدی پول قرض بگیری چرا کفش شمالیدی بعد رونی آماده داشت اونور خیابون یعنی یکی بود که بعد از این بره سراغ اون افتضاحه بچه این ویدیو واقعا افتضاحه یعنی حتی جنبه فان هم نداره اینا واقعا خیلی جدی اینا رو میسازن حتی جدی تر از من سر این ویدیو اونا این ویدیو رو میسازن کپشه دست بالای دست بسیار است اول خودتو ببین بعد از یکی دیگه ایراد بگیر من نمیدونم چی بگم دیگه اصلا توضیحی نداره اصلا من یه سوال جدی دارم ازتون اگه واقعا ویدیوی منو میبینید چه فکری میکنید که این ویدیو رو میسازید واقعا و واقعا چند روز سر سناریوش فکر میکنید که یه همچین چرتی بسازید به نظرتون کار درستی کردم نمیدونم چی کار کرده بریم ویدیو رو ببینیم کار درستی کرده
سلفی گرفتم با همون شناخته شناخته شده است سلبریتیه. اینا اومد بغل رو دیدی؟ گفت حجاب سرت کن. خودت میفهمی چی کار میکنی. یه بار دیگه اینو میبینم، اگر نفهمم چی شد ویدیو رو همینجا تموم میکنم، چون چند تا کلی ویدیوی دیگه از این مونده، از این افتضاح. یکی که میام باش عکس میگن سلبریتیه، مثلا ریتی نه آریدی سلبریتی. این درست اساس این شد. بازوارم میبینید که پاشت وازه. حجاب تو سرت به حرف بلد نیستم بزنن. توی دنیای اینا هیچکی بلد نیست حرف بزنه، اما زبون اشاره صحبت کنه. این آب بوده، این آب بود قطعا. البته تا قبل اینکه حجابم سرش کرد، یعنی بعد اینکه حجابم سرش کرد هیچ فرقی نکرد، هنوز همونه، هنوز همون شکلیه، با این تفاوت که اینجاش یه شاله چه اینکه اینجاش باشه. بعد بغلم نکرد، داداشمون برنامهش واسه بهشته، یعنی چیده بهش حوری و اینا. فقط موهاش اینجوری دست انداخت. بنظرم بسته دیگه این حجم از چرت و پرت واقعا برای امروز کافیه، با اینکه چقدر ویدیو مونده هنوز ازش، چقدر ویدیو مونده، 10 تا ویدیو ازش مونده هنوز. چی بگم؟ خب آقا مرسی از اینکه ویدیو امروز دیدین، امیدوارم ازش لذت برده باشین. امروز هم خیلی غر زدم، هم خیلی اعصابم خورد شد و خیلی پی بردم که من اون ویدیویی که درباره اینستاگرام ساختم واقعا خیلی جاهاش واقعیت بود. یعنی خودم فکر نمی‌کنم انقدر فاجعه باشه. افتادم به سکسکه عصبیه، الانم بعدش هم معده درد میگیرم. در کل که دستون کسی که این ویدیو را اصلا فرستاده بود درد نکنه و دمش گرم. و اگه دوسته که از این مدل ویدیوهای تحلیلی و اینجور بذارم، ریاکشن تو رو، تحلیلی تو رو اینا، تو کامنت ها بگین. و اینکه به زودی هم کلی ویدیوی باحال داریم و آشپزی بیشتر حتما میذارم و همه اینا. دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی، مخلص همتونم فعلا. همچو پروانه میونه خرمن گلها برقصی،